آمده است که برای چندمین بار در عمرش در انتخابات شرکت کند و به فرد دلخواهش رأی بدهد. اما گل محمد 70 ساله این بار به مشکل برمیخورد. مشکل بسیار است. ما چقدر تکلیف هم بدیم اینجا باز از رأی خود استفاده نکنیم. کسان دیگر نیز همین مشکل را دارند. اما کسانی در شرایط همسان اجازه میابند رأی بدهند. پروس کنیم دلتا و چورا سکلی نست و ذاتی استری کو پارا دورا و پارا آقا گرزو شبو سوکم یو تلیگی سوکم بل تلیگی و هیم هم لاوای نستا در سنگ نستان دالا کم اسو مشکل خر کرد بالا هم رفتم اوجا نبر آمد باز پایان آمدم در پایان اوجا هم چیز بود نام پدرکران اشتباه بود باز بالاخره گفتن بیا رای بدادی. با این عضو پیشین مجلس نمایندگان و همراهانش نیز در انگام رایدهی در یکی از مراکز کابل گفته می شود که نامهایشان در فهرست رایدهندگان پیدا نمی شود. هرچند کمی بعد راهی را برای رایدهی آنان در می آبند. امیدوار هستم که نتیجه از این انتخابات به یک بحران جدید افغانستان را نکشانند. تا پس از چاشت شنبه، تنها در حسابای واتساپ و وایبر طلوع نیوز هزاران پیام که در برگیرنده ویدیوها و عکس‌ها از مشکلات موجود در انتخابات ریاست جمهوری استند میرسند. ما اینجا از سیکار چسب کندیم، راجستر شدیم، کل کارم در پارلمانی رای دادیم. مال چرا از اقرای مرا نمیمونه که مرای بتم؟ دیر کسان راغلل د بایومتریک د خرابوالی لوجینا د سیستم د خرابوالی لوجینا بیت لاړل. در این میان از ولایت ها نیز درباره دشواری های فرارای انتخابات گزارش های پخش شدند. بعد از ساعت 8:45 دقیقه مرکز فعال شد. دیگه مشکل همشهری های ماست که میان به مراکز رای دهی در وقت رای دادن میگن که دشکل که ما را رنگ نکنین که تا ساعت ما دشمن هستن. وقتی که ما جا میریم دشمن ما را تهدید میکنه. یک تعداد از کارمندا حضور نداشتن، بجایشان استخدام شدن، یک زده طول کشید. دیگه حضور مردم بسیار کم رنگ است. چیزهای دیگری هم هستند که در این انتخابات با انتقادها روبرو شدند. همانند این تصویر اشرف غنی در یکی از مراکز رایدهی در کابل. کمیسیون مستقل انتخابات هم میپذیرد که در این روز مشکلات فرارای این روند به میان آمدند. اسم ازی توسط قلم در آدم و فهرست کاغذی نوشته میشه و نمره استیکرش بدون شک در آخر روز ناظرین و مشاهدین در فهرست قلمی هم امضا میکنند. تامین امنیت از بزرگترین اولویت ها در برگزاری انتخابات دانسته میشده. اما به باور بسیاری از مردم در کنار امنیت چیزی که میتونه بیشتری روند را صدمه بزنه مشکلات فنی و کاربرد تقلب در این روند است. کل مملکت متقلب نیست، چند نفر است که متقلب هستند. اکثریت مردم باز هم تکرارند، مثل انتخابات پارلمانی واره یک بار دیگر محروم شدن از رای دادن به خاطر که نامشان در لیست رای دهی نبود. یک مشکل. مشکل دومی هم بایومتریک درست کار نمیداد و کارمندا هم بعضا استعمالش و استفادهشان نمیفهمیدند. اینها تنها بخشی از نارسایی‌های استند که در روز رایدهی انتخابات ریاست جمهوری همگانی شدند. دیده شود که پس آنها درباره این روز چه جزئیاتی به دست خواهد آمد.